9 کفتار در مقابل 4 شیر بی تجربه یک مبارزه بسیار ناعادلانه خواهد بود. ماده ها با سر و صدای کفتار رو بیدار شدن. اونا به سمت هیاهو حرکت می کنن. می دونن که داره تومه شکار می شه. سریع به سمت میس بیت می رن. اسب آبی ها با حضور شیرهای نوجوان در ساحل سر و صدا می کنن. میس بیت بی تجربه متوجه خطر نیست. شیرهای ماده به سرعت میرن. اونا کمی دورتر هستن و در حال نزدیک شدن هستن. اونا زودتر باید به شیرهای جوان قبل از قبیله کفدارا برسن. با نزدیک شدن به شب دوم در قلمرو دشمن، 5 ماده شیر به سرعت به ساحل میرسن. این یک دلگرمی و تسکین خوشایند برای میسفید و گروه جنگ زدش هست. جنبه منفیش اینه که شیرای جوان حالا باید بقایای اسب آبی رو به اشتراک بذارن. شیرها فرصت طلب هستن. میتونن به اندازه 1/4 وزن بدنشون در یک جلسه غذا بخورن. اما قانون غذا خوردن در بین شیرها یک سلسله مراتبی داره. میسفید منتظر تا نوبتش برسه. به عنوان جوان‌ترین عضو اون آخرین نفره که غذا میخوره. اون تنها کسی نیست که سهمی از غذا میخواد. این بار کرکودیل ها عقب نشینی نمی کنن. تعداد زیاد کرکودیل ها شیرهای ماده رو تحت شعاع قرار میده و همه چیز در شرف بدتر شدنه. صدای کفتارهای تنها عمل کرد. اعضای قبیلهشون دارن میان. حالا 8 شیر در مقابل 9 کفتار هستند و 10 کروکودیل. شیرهای بزرگسال تصمیم میگیرن که این مبارزه ارزش اونو نداره. بنابراین به زمین امن‌تر عقب نشینی میکنن. اما میسفید حاضر نیست یک وعده غذایی رو کنار بذاره. اون به این غذا نیاز داره. اون سعی میکنه در موضع خود بایسته. حالا مادرش به کمک میاد. این همون مادریه که توی طولگی میسفید زیاد تحویلش نمیگیره.
اما حتی اونم نمیتونه در برابر این تعداد کفتار مقابله کنه. برابر این کمی استراحت میکنه. حالا میسفی تنهاست. حواس تمام قبیله رودخونه به شیر جوونه. مادرش به عقب برمیگرده. این بار کفتارها عقب نشینی می کنن. این یک فرار فوق‌العاده خوششانس برای میس بیته و یک درس ارزشمند. اینکه اون به تنهایی آسیب پذیره. کفتارها توجهشون به سمت باقی مونده لاشه میره. دقیقاً نشون میده که چرا نباید اونا رو دست کم گرفت. در حالی که نیمی از طایفه نترس کفدارا حواس کرکودیل رو از جلو منحرف می کنند، بقیه مخفیانه از پشت سر می زند تا بقایای لاشه رو بدزدن. عقب نشینی کفدارا باعث شد که شیرا دوباره متحد بشن. از این جنگ فرسوده و خسلن، اما هنوز گرسنه هستن. از اینکه این برنامه رو تماشا کردید سپاسگزاریم. لطفاً برای حمایت از لایک و اشتراک دریغ نفرمایید. وقتتون بخیر، تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.